سلام و درود بر بینندگان و شنوندگان تلویزیون فارس، امیدوارم که همگی سالم و سرحال باشین. امیدوارم که صلح و صفا و دوستی و برادری و برابری ایجاد بشه در ایران. امیدوارم که این مردمی که آزادی میخوان، آسایش میخوان، محبت میخوان، دوستی میخوان بتونن بگیرن. بسیار بسیار جای تأسفیه که اون کسایی که واقعا این جوانای عزیزی رو که وقتی آدم نگاه میکنه که همشون واقعا من تو تمام مدت زندگی این همه جوان با شعور فهمیده که از ویدیوهایی که پخش میکنن و آگاه، خوش سیما، خوشخور کمتر دیدم و تعجب میکنم که چطور اینا میگردن و کسایی رو پیدا میکنن که بتونن تا اونجایی که ممکنه افراد رو اذیت کنن. یه سوالی که واقعا از این آقایون و خانمایی که این کار رو انجام میدن، آیا شما هرگز فکر کردین که شما چطوری دارین جون یه نفر رو میگیرین در حالی که قاعده زندگی اینه که آدم جونی رو نجات بده؟ شما هیچ فکر کردین که چجوری ممکنه آدم یک دختر زیبایی رو از چشم نابینا کنه؟ شما هیچ فکر کردین که به هر حال کدوم یکی از حکومت‌های جابر و مستبد تا حالا مونده که بخواد این حکومت باقی بمونه؟ آخرش چی میشه؟ سیاهی به دیگ میمونه، خود شما گرفتار خواهید شد، خود شما درگیر خواهید شد. شما خودتون بچه دارین، فامیل دارین، برادر دارین، خواهر دارین. ببینین هیچ چیزی زجرآورتر از این نیست که کسی بچه عزیزش رو از دست بده. هیچ چیزی زجرآور نیست از کسی برادر، خواهر، پدر، مادرش رو از دست بده و واقعا هم بدون دلیل اینا از بین برن. خانم و آقایون، امیدوارم که در این سالگرد فوت مهسای عزیز مردمی که دارن آزادی میخوان، آرامش میخوان، بتونن نتیجه بگیرن و از اون کسایی که دارن ظلم میکنن و آدم کشی میکنن، امیدوارم که انقدر وجدان خودشون قاضی کنن و ببینن آیا این درسته. من شبای اوایل انقلاب و برات در که مرکز پزشکی بودم، طبیعتاً بیمارستان مرکز پزشکی شاهنشاهی ایران در اون موقع و که بیمارستان ایران شهر فعلیه که بعداً میلاد البته مال مرکز پزشکی بود که قرار بود ساخته بشه و پایش ریخته شده بود و دومیش هم بیمارستان دکتر سپیر در خیابون سیروس، این دوتا مرکزی بودن که بیشتر زخمی ها رو در اون شب اگر که بود آمبولانس ها می آوردن در اونجا. به وجدانم قسم می خورم، خدا رو شاهد می گرم، شبی که اعدام ها شروع شد تعداد زیادی از افراد جوانی که در اونجا دیده بودن ایرانی ها، اینا به حالت بسیار نزار و وحشتناکی در حالت تقریبا فینت به حساب مثل سنکوب آوردنشون به بیمارستان، به خاطر که ملت ایران هرگز این قساوت و این خونریزی ها رو ندیده بود. کسایی که تیراندازی کرده بودند به شهادت بسیاری از همون افراد، کسایی بودند که یا در سوریه و لبنان و در این کمپ های که به هر حال تروریستی یا انقلابی هر چیزی که فکر میکنن ترین شده بودند و بیشتر اونا متاسفانه از دو گروه فعال سیاسی بودن، چون حتی خود افرادی که مذهبی بودن هم واقعا من هرگز ندیدم افراد مذهبی اینقدر قساوت قلب داشته باشن یا بخوان کاری رو انجام بدن. به هر حال قدر مسلم اینه که استدعای عاجزانه به معنی پزشکی که 53 ساله در حال تا اونجایی که امکان داشتم به خاطر لطف و محبتی که شما ملت عزیز ایران
به ماها داشتیم، ماها رو تربیت کردیم، پول خرج دانشگاه های ما رو دادیم، برای ما ایجاد کار و همه چیز که کردیم. از شما استدعا میکنم، تمنا میکنم که مردم رو اذیت نکنیم، مردم رو نکشیم، و امیدوارم که همگی سالم باشن، و استدعا میکنم که همگی مواظب همدیگه باشیم. با آرزوی موفقیت کامل، من واقعا قبل از مرگم تنها آرزویی که دارم اینه که یک بار دیگه بتونم بیام و ایران عزیز رو ببینم. بسیار بسیار متاسفم که به هر حال ما مجبور شدیم بیایم بیرون. من هرگز نمیخواستم بیام بیرون. ما خیلی کارهای بزرگی رو داشتیم در اونجا با دوستان عزیزی که حدود 250 نفر از بزرگترین پزشکان و بهترین پزشکای امریکا استخدام شده بودن، با سرپرستی شادروان دکتر عبدالحسین سمیعی که وزیر علوم سابق، وزیر علوم و رئیس مرکز پزشکی شاهنشاهی بود، این مرکز درست شده بود و خیلی کارا میتونست انجام بده. و آرزو میکنم که یه روزی این امکان وجود داشته باشه که این جوانایی که ما الان داریم و اینقدر باهوش و عاقل و فهمیده هستن که به مراتب از دورانی که ما بودیم اصلا غیر قابل تصوره، فهم و شعور و درک و تمام اون شمع سیاسی و اون مسائلی رو که تجزیه تحلیل میکنن اصلا با ما قابل مقایسه نیست. چون اون واقعا 16 ساله ها رو ببینید، 15 ساله ها رو ببینید، 14 ساله ها رو ببینید چجوری صحبت میکنن. ما ها نبودیم. ما ها متاسفم که واقعا هرگز اون اندازه که اینا فهم و شعور داشتن، و خوشبختانه از این امکانات بسیار وسیع اینترنت و خیلی چیزهای دیگه استفاده میکنن. چیزی که در این روزها مطمئنن برای عزیزان در داخل ایران مطمئنن بسیار بسیار ناراحت کننده خواهد بود و این نگرانی ها و چیزهایی که هست موجب بیخوابی میشه. امروز تصمیم گرفتم که راجع به بیخوابی ها صحبت کنم، که به طور کلی یه چیزیه که من در اینجا در امریکا تعداد مریضی که میاد و میگه که من بیخوابی دارم تعداد بسیار زیاده. به طور کلی اگر کسایی هستن که مشکلی که بتونن به خواب برن، یا اینکه وقتی که مقداری که میخوابن هنوز احساس میکنن که خواب آلودن، و یا کسایی که صبح خیلی خستن احساس بیمارگونه دارن، کسایی که کمتر میتونن توجه داشته باشن، تمرکز حواسشون کمتره، حافظشون یه مقداری تقلیل پیدا کرده، کسایی که توی مدرسه و یا تو قسمت‌های کارهای اجتماعی خوب نمیتونن کارهای مثبتی رو انجام بدن و اشکال دارن، و حضورتون عرض کنم که کسایی که مودشون خرابه، افسرده میشن، تحریک پذیرن، کسایی که روزا همش خواب آلودن میشینن، یه جور چرت میزنن، کسایی که دیگه موتیویت نیستن، نمیخوان کاری رو انجام بدن، نمیخوان کاری رو شروع کنن، انرژی ندارن، نمیخوان که هر کاری که میخوان بکنن واقعا توش تحمل میکنن و انجام نمیدن، کسایی که خیلی اشتباه میکنن، کسایی که همش عصبی هن، کسایی که سردرد دارن، کسایی که علائم جهاز هاضمی دارن یا اسهال دارن یا یبوست دارن یا التهاب دارن، و که اینا بیشترشون به خاطر اینه که کمخوابی دارن، یعنی کسایی که کمخوابن خیلی وقت حالت تهوع صبح دارن. و یکی دیگرم از اون چیزهای دیگری که ممکنه که علائم اولیش باشه اینه که خیلی نسبت به اینکه بیخوابن نگرانن، در صورت که خیلی از این آدم ها ممکنه هم هست که به اندازه کافی میخوابن ولی نمیدونن. به طور کلی بیخوابی، هرچی سن بالا میره آدم ها بیخوابتر میشن. خانم ها
5 برابر آقایون بیخوابی دارن به خاطر حساسیت های زیادشون، به خاطر قدرت فکری که دارن که واقعا موجب افتخار همه ما ایرانی ها شدن. ما الان سرمون بلند کردیم و بلند میگیریم که ما ایرانی هستیم که اینطور زنان شیرزن و بزرگی رو داریم، ما اینطور افرادی رو داریم. به طور کلی بیخوابی ها چند جور میشه. یکی اینه که موقتیه، یعنی کمتر از 30 روزه. اونا کسایی هستن که معمولا و و یا این که مثلا در حد اکثر دیگه تا 3 ماهه بیشتر مثلا بیخوابی ندارن. این افراد کسایی هستن که یا یه بیماری دارن یا بیماری که رفتن در یه جایی که خیلی بلندی در یکی از بالای کوه این چیزا، یا اینکه بیماری های روانی استرسی دارن، یه هیجانی بهشون دست داده شده، یه مقداری کارهای شجاعانه خواستن بکنن، یه کارهایی که واقعا خودشون میدونستن که ممکنه که ایجاد اشکال بکنه. کسایی که کار مثلا قرار بوده که یک کاری رو امتحانی داریم که بعد فردا بریم امتحان بدیم، در نتیجه بیخواب میشیم، نمیتونیم چیز بکنیم. کسایی که در خونهشون احساس امنیت نمی کنن به خاطر اینکه فکر کنن الان یا دوز میاد یا یکی از این نمیتونم آدمایی که همینطوری که داریم میبینیم که متاسفانه مرتب دم خونه ها رو میزنن و آدم ها رو اذیت و آزار میرسونن، که امیدوارم خداوند به دلشون راه بندازه. اگر آدم های مذهبی هستین، اگر آدم های هستین که دین به دین اعتقاد داریم که چیزی که مربوط به شخص خود آدمه، آرزو میکنم که واقعا هرگز این کار نکنه. به طور کلی این آدم ها که موقتی بیخوابی گرفتن در عرض 2-3 ماه اینا خوب میشه، ولی یه عده دیگه هستن که بیشتر از 3 ماه گرفتاری دارن و این آدم ها معمولا اگر این که نگاه کنیم تعداد خیلی زیادی از این افراد که سوی هستن که اسید معده میاد پشت قفسه سینه و انقدر اذیت میکنه که آدم نمیخوابن، کسایی هستن که خورخور میکنن و ایست تنفسی دارن. این آدما بسیار بسیار بیخوابی دارن که مرتب بیخواب میشن میان. کسایی که بیماری درد دارن، کسایی که مرتب شبا چندین بار مجبورن که بیدارشن برن ادرار بکنن و برگردن، که خانم و آقایون شبی که کسایی که شب بیدار میشین استدعا میکنن، بارها این عرض کردم، این یک از چه برای جوان چه برای پیر چه برای همه، این یه چیز غیر عادیه. شما اگر که این مسئله هست، به جایی که بلند شین و برین دستشویی، از این یورینال های چیزای تیوبایی هست، یه لوله هایی هست که شما بگیرین، و برای خانم ها مگه واقعا لازم شده بتراید کمدی چیزی بذارن که بلند نشین. من در جرأت میتونم قسم بخورم که در دوران که تبابت کردم بیش از 1000 نفر خوردن زمین، که شاید حتی بیش از تعداد زیادشون که یا لگن خاصره شون شکسته یا دندهاشون شکسته یا گردنشون ترک برداشته یا به هر حال یک شکستگی محکم و یا ضربه‌های مغزی نداشتن، ولی به جرأت میتونم بگم که حداقل بالای 100 نفرشون فوت کردن. مطمئنم خیلی بالاتر از بالای 100 نفر فوت کردن. یک چیزای دیگه که هستش از کسایی که مثلا نه مرتب سفر میکنن و اینا جت لگ دارن، یعنی زمانی که مثلا میای اینجا شب که میری موقع خوابه که دیگه روز شده، یا اینکه هی مرتب خواب تو به خاطر شیفتای کاری مثل دکترا مثل پرستارا و این افراد هی مرتب مجبورن که ساعتهای کاریشون متفاوت میشه و این خودش موجب بیخوابی میشه. علت دیگری که ممکنه که باشه به علت تلفن داریم یک دقیقه دیگه من اینو تمام میکنم که بعد بیام خدمت شما. حضورتون عرض کنم کسایی که نور زیادی تو اتاقشون هست، کسایی که سرصدای زیادی توشون هست، و یا اینکه کسایی که بچه های کوچیک دارن که بیدارشون میکنه، یا سگ و گربه و حیواناتی که دارن که از اونها هستن. یه کسایی دیگه هست که اصولا ذاتاً آدم هستن که درست نمیخوابن، درست منظم نمیخوابن، نمیتونن تنظیم کنن که کی بخوابن، و از همه اینا بالاتر که تعداد زیادی از داروهایی که وجود داره اینا بیخوابی میدن.
بعضی از این داروهایی که برای فشار خون خورده میشه، بعضی از اینا که واسه افسردگی خورده میشه، بعضی از این کورتیکوستروید کورتونا یه مقدار خیلی خیلی زیادی بیخواب میکنن، کسایی که برای پارکینسون دوا میخورن، کسایی که برای سر دوا میخورن، کسایی که برای لپ کرامپ کنیدین، کسایی که تیافلین برای چیز میخورن، برای نفس تنگی و این چیزا میخورن که البته کمتر الان استفاده میشه، و کسایی که داروهای تیروئیدی میخورن، این افراد هم هستن. در حال خب خط یک اوکی، بله خیلی بله. حالا ریس فاکتورهایی که داریم همونطور که عرض کردم، یکی از اونها اینه که خانمایی که سنشون که میره بالا، به خصوص خانما خیلی بیشتر بیخوابن. دومی که مثل تلفن برگشت اوکی. یکی دیگه مدیکال کاندیشنز داریم که شرایط طبی بیماری، بیماری داره، ناراحتی داره. یکی این که از کار بیکار شده، پول نداره، زندگی خانوادگیش مشکلی. یکی از اون کسایی که بیماری های روانی دارن، کسایی که اشکالی توی رابطهشون دارن با کسی، دوست پسر یا شوهر یا زنشون اختلافاتی پیدا کردن، و به اضافه این که توی جامعه یه مقداری مورد قبول واقع نشدن، مشکلاتی با مردم دیگه دارن، با دوستاشون دارن، کسایی که جدا شدن از همونطور که عرض کردم، از شوهر، زن، دوست و این چیزا، به هر حال اینا که حتما اشکالات ایجاد می‌کنه، کسایی که شیفتای کاریشون عوض میشه، این افراد خیلی شیفتای کاریشون عوض میشه، و کسایی که دراگ ادیکتن، کسایی که از مواد مختلف استفاده میکنن، به خصوص آمفتامینا، و اینا بسیار بسیار بیخوابی های وحشتناکی میده. و کسایی هم هستن که واقعا خانوادهشون اصولا بیخواب بودن و تو خانوادهشون هم بسیار بسیار زیاده. حالا چی کار بکنیم که جلوگیری کنیم از این کار، که این بسیار بسیار مسئله مهمتر از به نظر من خوردن دارو. یکی اینه که باید حساب بکنیم که چه موقعی بخوابیم و چه موقعی بیدار شیم. یعنی اگر ما بتونیم این روش به حساب عادت رو به خودمون بدیم که سر یه ساعتی هر شب بخوابیم و سر یه ساعت هم بیدار شیم، چه حالا میخواد شنبه باشه، یه شنبه باشه، تعطیلات باشه، سر کار باشه و این چیزا هست. دومی که توی روز نخوابیم، برای که یکی از بزرگترین اشکالاتی که وجود داره اینه که مسئله اینه که توی روز اگر چرت بزنه خود طبیعتا شب به اندازه کافی نمیتونیم بخوابیم، و این که کاملا خواب آلوده ایم. یعنی اگه شما نشستین سر شب دارین نپ میگیرین و از این چیزا میگیرین، این کار رو دیگه نکنین. اینه که یکی دیگه اینه که اتاقتون رو سرد نگه دارین، خیلی گرم نباشید. اتاقای گرم خیلی ایجاد اشکال میکنه. اتاق باید تاریک باشه، روشن نباشه. اتاق باید ساکت باشه. هیچ گونه در یه اتاق خواب هیچ چیزی به جز یه تخت خواب وجود نباید داشته باشه، برای که هیچ عمل دیگری، نه کامپیوتری، نه چیزی باشه. اتاق خواب مخصوص دو چیزه، یکی خوابه و یکی هم سه نقطه، که همتون میدونید که منظور چیه. واقعا در این تو تمام مدارک من چیزای پزشکی بزن، معمولا بشینید که در حدود 30 دقیقه احساس کنید داری خوابتون برای بعدن برید. اگه دیدین که تا تو رخت خواب هستید تا 20 دقیقه خوابتون نبرده، برگردین و برین از اون اتاق خواب، برین بیرون و در یه اتاق دیگه بشینید، کتابی بخونین، چیزی بخونین. یکی از چیزایی که خیلی بیخوابی میده این روزا واقعا همین جریان تلویزیون ها و اخبار و تلفن کردن و این مرتب کار کردن با تلفن هاست که بسیار بسیار بیخوابی میده، که البته خود بندم یکی از واعظین نامتعز به خصوص در این جریانات این یک ساله، واقعا به خاطر اینکه اختلاف ساعت با ایران عزیزمون خیلی زیاد بود، خیلی شبها رو بیدار موندم و تونستم که یه مقداری اخبار این چیزها رو ببینم.
یکی دیگه از چیزهایی که اساس به طوری کلی یادمون باید باشه که قهوه رو محدود کنیم، تعدادش قهوه و چای و این چیزها رو محدود کنیم و سعی کنیم اینا رو در صبح بخوریم، شبا نخوریم، برای که شبا اغلب اینا خیلی بیخوابی میدن برخلاف اینکه فکر میکنیم که بیخوابی نمیدن. یکی از چیزهایی که همه فکر کنن که مشروب بخورن خوابشون میاد، مشروب اول میخوابونه شما رو بعد بیدارتون میکنه. مشروب خوردن بعد از ساعت 4 بعد از ظهر حتما به شما بیخوابی میده. مشروب خوردن بعد از شبا به این صورت میشه که بعد از که شما میخورین در یک ساعتی از آخر بعد از 2-3 ساعت به شما ممکنه که کم قند خونتون پایین بیفته و اون لرزش ها و اون چیزا رو میگیرین. و به طور کلی از چیزهای دیگه ایده که خیلی سنگین ورزش نکنید، ورزش بسی متعادل باشه، ورزش های خیلی سنگین اونا میتونن که چیزهای ایجاد اشکال کنن. از مشکلاتی که معمولا با بیخوابی هست، بیماری های روانی طبیعتا همشون هستن، کسایی که دردهای عضلانی و گردن و سردرد و این چیزها دارن معمولا اینا خیلی بیخوابی میکنن. و یادمون باشه اگه درد داشتیم، بارها این عرض کردم، اگه درد سر درد داریم، زانو درد داریم، کمر درد داریم، یخ بذاریم، یخ. یعنی بهترین چیز آیس پکه، بهترین چیزم. من همیشه البته اینو همه فکر میکنن که من میگم نخود سبز، نخود سبزایی که توی این پلاستیکا گذاشتم میذاری تو فریزر، یه دونه از این پیپر تاول، از این یه حوله نازک بشه ولی میذاری، چون این همه جای بدن کاور میکنه، پوشش میده، میتونه خیلی خیلی کمک کنه. از کسایی که معمولا خیلی بیخوابی میگن، کسایی هستن که پایی بیقرار دارن، رستلس لگ سیندروم دارن، پاشون مرتب شب تکون تکون میخوره، حرکت میکنه، میپره، کرامپ میگیرن، پشتی پاشون میگیره، خیلی وقتا حتی دستاشون هم میلرزه این آدم ها. کسای دیگری که معمولا بیخوابی خیلی دارن، همطور که عرض کردم قبلا، افرادی هستن که این افراد متاسفانه معتادم، افراد معتاد کوکائین، نمیدونم به خصوص آمفتامین و خیلی چیزهای دیگه، متاسفانه اینا خیلی خیلی بدجور بوده، ایجاد اشکال میکنه. به طور کلی تشخیص این بیماری خیلی آسونه. اگه صبح میبینین که آدم تو روز همش آوریده است، معلوم خواب کافی نداشتی. اگر تو روز همش خواب آلوده و اینا هستین، معمولا بایستی اینو توجه داشته. اگه یه دفعه دیدین که تو روز یه دفعه همچی که هستین خوابتون بره، پشت فرمون هستین خوابتون بره، سر کار خوابتون بره، پشت میز نشستین خوابتون بره، پس در نتیجه شما خواب درست نداشتین. بعد به طور کلی زمانی که ما میخوایم از کسی سابقه بیخوابیش رو بگیریم، چند کار باید انجام بدیم که درست باشه. یکی باید بپرسیم این که چند وقته که شما بیخوابید؟ این بسیار بسیار مهمه که کم بوده یا اینکه سالیانه درازه. بعد بپرسیم ببینیم آیا طول میکشی تا خواب بری؟ آیا مشکلی که وقتی خواب رفتین خواب رو همینطور ادامه بدین داشته باشین؟ هی مرتب بیدار میشین باز میخوابین، بیدار میشین باز میخوابین. بعد حضورتون عرض کنم که خیلی صبحای خیلی خیلی زود بیدار میشین. یه وقتایی ممکنه که مثلا توی ایام هفته بیخوابین ولی توی ویکندا خوابتون میبره. یا اینکه وقتی که بستگی داره که کی بغل دستون باشه یا نباشه، خیلی وقتا این چیزاییه که خیلی مهمه که آدم بدونه که چجوری. از طرف دیگه مهمترین مسئله اینه که سلامت خوابیدن و یعنی بهداشت خوابیدن رو رعایت بکنیم. بهداشت خواب چیه که یه دونه بایسی بگیم که چه ساعت بخوابیم، چه ساعت بیدار شیم، چه ساعت بخوابیم، و اینو بایسی مرتب تکرار کنیم. حالا اگه یه شب رفتیم پارتی، اون یکی هم باز اشکال نده، ولی بقیهش رو سعی کنیم که تا اونجایی که ممکنه. دوم این که شما سعی کنین که تیوی و رادیو و چراغای مختلف و این چیزهای توی اتاق نباشه، بعد سرصدای زیادی نباشه. اغلب عزیزان
معمولا با تلویزیون روشن میخوابن و این افراد هم نورش اذیت میکنه، هم صدا به هر حال وسطش چندین بار آدم رو بیدار میکنه و این خودش یه مشکل بزرگه. بعد بزرگترین مشکل دیگری که ما ایرانی ها داریم و واقعا یکی از عوامل بیخوابی هم اینه که ما اصولا عادت کردیم به دیر غذا خوردن و یا دیر ورزش کردن یا نمیدونم، خب به هر حال با دوست و آشنای مقداری با پارتنرمون، زنمون، شوهرمون، دوست پسر، دوست دخترمون اینا بودن یه مقدار زیادی ممکنه که به هر حال حرف میزنی و طولانی بشه و خواب و نبرد. قهوه و چایی و مشروب و این داروهای، خصوصا اون دواهایی که برای کم کردن وزن استفاده میشه و بسیار بسیار داروهای بدی، فوق العاده داروهایی که یویو دایت، یعنی شما اینه تا موقعی که میخوریم ممکنه بی اشتها باشین وزنتون کم بشه ولی به مجرد که این قطع میکنین باز وزنتون اضافه میشه. داروهایی که به هر حال که این همه در ایران متاسفانه زیاده اونا هستن، خیلی از داروهایی که ما دکترها میدیم به ایجاد بیخوابی میکنه که بایستی حساب کرد و خیلی از داروهایی که شما همینطور بدون نسخه میگیرین مثل هیستامینا و خیلی چیزهایی هستن که اینا واقعا خیلی آدم ها کمتر میخوابن. از چیزهای دیگری که بایستی حتما توجه داشته باشیم، ببینیم که بیماری شخص افسردگی داشته، نگرانی زیاد داره، حضورتون عرض کنم که وسواس زیادی داره یا یه مقداری بیماری های روانی خیلی شدیدتری داره. این یه چیزی خیلی خیلی مهمه که خیلی از بیماری های روانی رو واقعا با این نشون داده میشه که بگم بیمار اصلا نمیخوابه شب و وقتی یه خود عمیق‌تر که داری میبینیم میبینیم که یا اسکیزوه یا بایپولاره یا OCD داره، همین وسواس داره و از این چیزا. بعد از عوامل دیگه همطور که قبلا عرض کردم که رسلس لگ سیندرومه که خیلی هم شایعه که مرتبی پا تکون میخوره، میپره 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 و بعد این مرتب این اندام، حالا چه پا و چه دست و چه ممکن لرزش هایی ایجاد بشه. از چیزهای دیگری که هست خورخور کردنه و همونطور که عرض کردم علائمی که ایست تنفسی، شما دارین نفس میکشین میکشین یه دفعه بعد مرتب یه چیزایی صداهای عجیب و غریب، ببخشید معذرت میخوام هر حال برای که بدون اینکه چجوری، البته کاملش هم انجام ندید. بعد حتما بایستی تمام داروهایی که بیمار میگیره رو نگاه کرد و ببینی که کدومی که از این داروها بیشتر عامل بیخوابی شدن. از چیزهای دیگری که باید بدونیم، خیلی از بیماری های مزمن هستن که این بیماران معمولا انقدر گرفتاری های مختلف دارن که همش به فکر اینا، کانسری ها هستن، بیماری های مرض قندی هستن که گرفتاری های نوروپاتی گرفتن، به حساب سوزش های پا دارن، چیزهای مختلف دارن، یعنی دردسرای بیماری های مزمن بسیار بسیار زیاد. بعد باید حساب بکنیم ببینیم که بعضی وقتا یه استرس هایی با آدم وارد میشه، حالا این استرس ممکنه کم پولی باشه، ممکنه نمیدونم رفتن دوستش باشه، فوت عزیزان باشه، هر چیزی باشه اینا به هر حال، و یا اینکه یه سفری باشه که آدم سفر کرده باشه یا به طور کلی شیفت کاریش عوض شده باشه. میگم در زمانی که ما انترن یا رزیدنت یا هر کسی پزشکا به خصوص و نرسا و اینا که شب و روز خیلی قلقاتی میشه، واقعا خیلی بیخوابی وجود داشته. از چیزهایی که من همیشه استدام میکنم ولی متاسفانه خیلی کمتر چیزی کسی گوش میده اینه که یه تاریخچه، یعنی وقتی میخواییم بگیم شنبه 8 رفتم تو رخت خواب تا 9 خوابم نبرد، 9:30 اینجوری شد، 10:30 بیدار شدم، اگه اینا یادداشت کنین آدم پترنه، یعنی اون طریقه‌ای که شما گرفتاری دارین و کاملا میتونه آدم بفهمه. حالا
از نظر اینکه آدم واقعا پزشک چه کارهایی میتونه بکنه، یکی اینکه خب اگه استیب اپنیا داریم که مطمئنا بایستی در این مورد حل بشه، یکی دیگه باید این چیزهایی که تشخیصهایی که به حساب بهش میگن دیفرنت، تشخیصهای متفاوت از بیخوابی ها اینا هستن. یکی اسلیپ اپنی هاست که این کار رو میکنه، یکی نارکولپسیه که مرتب آدم در شبان روز مرتب میخوابه و بیدار میشه، میخوابه و خیلی گرفتاری دیگه داره. و از چیزهای دیگر هم که هستش اینه که همون رستلس لگ سیندروم که همطور پای بیقرار، از چیزهای دیگر هم که ممکنه که به خاطر بیماری های عصبی که در وجود داره در بدن ها، مثل چه پارکینسون باشه، چه تریمرهای مختلف و لرزش های مختلف باشه، چیزهای مختلف که واقعا نمیذارن بخوابن. و از طرف دیگه هم همین به حساب مود آدم که دیپرس انگزایتی داره، خوشحاله، بایپولار، یه دفعه خوشه یه دفعه ناخوشه، و از این چیزها رو به هر حال اینا باید حتما معمولا برای تشخیص بیماری خواب خیلی احتیاج به تست نیست، ولی اگر خیلی ایجاد اشکال و به خصوص بخوایم بدونیم که واقعا بیمار اسلیپ اپنیا داره یا نارکولپسی داره، بهتره که یک تستیه که شب انجام میگیره و قشنگ نشون داده میشه که آیا این وضعیت خواب چجوریه و وضعیت پسافا، یعنی اون تکنیسیانی که اونجا نشسته میتونه این کار بکنه. یه چیز دیگری که شما که اگر حالا دسترسی به این چیزا ندارین اینه که اگه تلفنتون رو بذارین بالا سرتون که شما رو واقعا فیلم برداری بکنه و کاملا بتونه اون موقعیت خواب شما رو نشون بده، بسیار بسیار از اون میتونین استفاده کنین که بشه کاری کرد. آزمایشات خون و این چیزا یا به طور کلی این چیزایی که هست، ولی فقط بدونیم که آیا بیماری دیگری هست یا نه، اگر نه واقعا چیز دیگری نداره. ولی حالا اشکال بزرگی که ما وجود داره برامون و واقعا بسیار دردسر شده واسه همه پزشکا و خود بیماران، مسئله درمان این بیماری هست. متاسفانه این داروها چند جورن، یکشون یه تعدادشون شورت ترم یعنی فاصله کوتاهی کار میکنن و که اینا معمولا بهترینشونه چیزی رو استفاده کنیم که یک مدت معینی ما رو خواب آلوده بکنه. از اونایی که بهترینشون داروهایی که هم خواب آورن هم این که آرام کنندن، این دوتا از همه بهتره. کسایی که به خودشون دواهای مرتب میدن و یا مشروب میخورن، اینا معمولا همطور که عرض کردم فکر بکنن که اگه مشروب بخورن خوابشون میبره، اینا 100% مرتب بیدار شدن خودشون ایجاد میکنن و اشکالات زیادی ایجاد میکنن. این مال قسمتی که کسایی که در 2-3 ماه اول مریض مثلا توسی کمتر هسته ما، ولی اون کسایی که به مدت طولانی بیخوابی داشتن، اول باید بدونیم که این آدم چه مشکلی داره. بیشترین این افراد متاسفانه افسردگی بسیار شدید دارن که فوق‌العاده افسردگیشون شدیده و معمولا یک نگرانی کلی دارن و حتی خیلی از این آدم ها پانیک دیزوردر، یعنی یه حالت وحشت بهشون دست میده در خیلی از این چیزا. بعد ببینیم آیا دواهایی که دارن میخورن چه چیزایی، اگه داروهایی که دارن میخورن واقعا همشون همطور که عرض کردم، چیزی که من توصیه میکنم به خصوص به افرادی که بالای 50-60 هستین، بهترین راه اینه که هر چی دوا دارین تو خونتون بردارین ببرین به پزشکتون نشون بدین، یا به اون خانمی که باشون کار میکنه که لااقل اینا رو ببینن. تعداد زیادی از دوا ممکنه شما دیگه احتیاج نداشته باشین و همینطور دارین استفاده میکنین که براتون دردسر داره. استدعا میکنم این کارو بکنین، من همیشه اینو خواهش میکنم، ولی خب یادم رفت، نمیدونم همون مایل کاگنیتیو ایمپیرمنت که
یه کمی آدم فرام که همه ماها داریم، همه دنیا دارن، همه آدم ها بالای 500 سال دارن که یادشون میده چیزایی رو یادش میده دیگه. بعد چیزی که بسیار بسیار مهمه که همین توصیه کنیم که چه موقع بخواب، چه موقع بیدار شو، یعنی خودش بگه که آقا من چه موقع میخوابم، چه موقع بیدار میشم، ولی اینو مصرانه اجراش بکنیم، نه که همینطوری ولش کنیم بره. از چیزهای دیگری که بسیار مهمه همین کاگنیتیو تریتمنت، بیهیویر تراپی، یعنی که روشهای که مشکل ایجاد کرده که ما مغزمون اون فکرهایی که داریم، اون چیزهایی که داریم، همه اینا رو بتونیم تنظیم بکنیم یه مقداری، که امیدوارم یه دفعه اگه بشه راجع به این کاگنیتیو بیهیویر تراپی. البته کاگنیتیو رو من دیدم در فارسی شما یه چیزی میگین که من هنوزم نفهمیدم واقعا اینو چجوری ترجمه کردن. اجازه بدید من اینو میخوام ببینم واقعا کاگنیتیو به فارسی چی میشه، اگه بتونم اینجا ترجمه رو داشته باشم خیلی خوب میشه. یا اینجا ببخشید که طول میکشه، ولی خب حالا بعدا نگاش کنم چون الان میترسم طول بکشه. کاگنیتیو و برای یه سری رفتار درمانی بسیار مهمه. یکی از چیزهایی که فوق العاده مهمه اینه که ببینیم چه اشکالاتی توی رفتار و کردارمون وجود داشته که ما به ایجاد بیخوابی شده واسمون. اگه بتونیم واقعا اینو انجام بدیم، حتی گاهی اوقات گروه تراپی میکنم برای افرادی که برای بیخوابیه، که به جایی که بهشون دارو بدم یعنی گروه تراپی میکنم، خیلی هم مؤثر بوده. از داروهایی که خیلی خوبه و معمولا اعتیاد نمیاره داکسپین و رامپرتون، بسیار دوای خوبی هن و به نظر من اگر کسایی که، چون متاسفانه اینقدر داروهای دیگه داده شده به افراد که اگه اینه میخوای بدی، نه 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 من خوابم نبری نمیگیرم، من نمیگیرم، این میدونم که مقداری چیزه. از داروهایی که به طور کلی داروهایی که مثل والیوم و نمیدونم زنکس و اتیبان اینا نیستن، از اون گروه یکی سوناتا هست، یکی امبیان، و که البته امبیان زیاد، امبیان الان به مقدار خیلی خیلی زیادی دیده میشه، 5 تا 10 میلی گرم برای آقایون، برای خانما بعد 5 میلی گرم بیشتر نباشه، ولی خانمایی هستن که بیچاره میکنن آدمو که آقا 10 میلی گرم کار نمیکنه، بیشتر میخوام، فلان میخوام، و واقعا مشکله. این 7 تایمش، یعنی که موثر بودن بین 2.5 تا 3 ساعت 7 تایم داره این چیزی که بتونه بخوابونه این آدم. و این البته یه دونه امبیان سی آر هم هست که حساب یواش یواش چیز میکنه، 12.5 هست، 6.25 و 12.5 داره، اونم وجود داره. از لونستاس که 1 تا 3 میلی گرمه که 6 ساعت 7 تایمش. از چیزهای دیگری که استفاده میشه واقعا، که یکی از چیزهایی که یکی از عزیزان بسیار بسیار عزیز همه ملت ایران، واقعا به علت حماقت یه پزشک در لندن از پاکستانی انجام داد، دادن هالسیونه. هالسیون دواییه که فوق العاده زود اثر میکنه، فوق العاده چیزه، ولی با کمال تاسف خطرات زیادی داره. از دوای دیگری که داریم که مثلا خیلی هالسیون 5.5 ساعت معمولا هست، ولی رستولیر که خیلی بیشتره، 8 تا 8 ساعت، یعنی صبح هم خود آدم خواب آلوده و این چیزها داره و ایناست، بعد پروسم این حالا اون چیزهایی که هست. ولی دالمین بود یه زمانی که الان من خیلی وقت نشیدم، دالمین و دورال و اینا رو خیلی وقت نشیدم، ولی از چیزی که من شخصا حالا به طور کلی این افرادی که میخوان استفاده بکنین،
از این داروها باید بیادتون باشه. اگر فکر میکنید که اعتیاد شخصیت اعتیاد پذیری هستین، نکنید. اگر این که این داروها رو که استفاده میکنین متاسفانه یواش یواش به اینا مقاوم میشینه، باید دوزار ببرین بالا. همه این داروهایی که عرض کردن بهشون وابسته میشین، دیپندنت میشین، معتاد میشین. روزایی تو روز توجهتون، تمرکز حواستون و همه اینا یه مقداری تغییر میکنه و مطمئنا خیلی کمتر میشه. خیلی حساب متعادل نیستین، کوردینیت خودتون نمیتونید مثلا متعادل در کارهاتون انجام بدیم. و یا اینکه حتی این داروها خیلی هاشون ممکنه که بیشتر بیخوابی بدن. از اون چیزهایی که متاسفانه که وقتی داده میشه که به مقدار زیاده، مثل زنکس و کلانزپام و اتیوان از شورتر میکتره، ولی از اینا والیوم و از این چیزها، اینا با کمال تاسف اینا با عوارض تو روزشون بسیار بیشتره، بیشتر سدیشن میدن، یعنی آروم کردن و بیشتر حالتهای مشکلات بسیار زیاده فکری و روانی ایجاد میکنن. بعد اگر این که این افرادی که به طور کلی در بنزودیازپاما، به طور کلی این افراد، این ماست، این واقعیت امریه که متاسفانه که خیلی از پزشکا گوش نمیدیم، گوش نمیدم، من شخصا خودم نمیدم، حالا همیشه هم دعوا داریم سر این موضوع. ببین این داروها نبایستی در افراد مسن داده بشه، در افراد آبستن داده بشه، در افرادی که شیر میدن داده بشه، در کسایی که معتاد هستن بیدیده بشه و کسایی که احتمال اینکه خودکشی کنن داده بشه. این که بخوان، و یا اینکه گاهی اوقات حتی به شوخی شوخی صحبت از خودکشی کردن، که این یکی از چیزهای بسیار مهمه، به خصوص در مورد افراد مسن. ما بزرگترین ضربه رو در مورد این آدم ها میزنیم که میخورن زمین، هیپشون میشکنه، گردنشون میشکنه و بعد که شکست، هم بدبختی شدن، هم خیلی از اینا ممکنه پولمونری امبولای بگیرن که لخته ایجاد بشه و همونجا از بین برن، چه خمایی که خیلی از آدم ها استفاده شده. از چیزهای دیگری که غیر این بنزودیازپام ها اصلا، یکیش خب ملاتونین که دوای خوبیه، البته روزرم که هست و از این چیزهایی که دواش هم هست، ولی ملاتونین دوای خوبیه به طور کلی. منتهی ملاتونین خواب بسیار شما رو به خواب میبره، ولی نه اینکه به خواب به عنوان که خواب نگرتون داره نیست، این بیشتر به خاطر اون مسئله است. دوم این که از اونایی که به طور کلی بهترین داروهایی که استفاده میشه، که متاسفانه بازم حالا داکسپین یا سیلنور که 3 تا 6 میلی‌گرم 15 ساعت هم چیز داره، هم ضد افسردگیه و هم این که خواب میکنه. ترازادون بسیار دوای خوبیه که 3 تا 9 ساعت 7 تایمش 25 تا 200 میلی‌گرم واسه خوابه، دوای فوق العاده خوب. چیزی که من بی نهایت ازش نتیجه خوب گرفتم، چون هم داروی که واسه افسردگی استفاده میشه، یعنی اگه داروی دار افسردگی هم میکنه این تشدیدش میکنه برای درمانتون، و هم خوب میخوابونه، رمرون یا میرتازاپین. میرتازاپین دارویی که 7.5 تا 15 میلی‌گرم، ولی من خیلی وقت دیدم که خیلی آدم ها با یه مقدار حتی نصف 7.5، یعنی نوکش رو کم گاز میزنن قشنگ میخوابن، و معمولا این خوابش خیلی طولانی تره و خیلی قشنگ میخوابونه این آدم ها. و البته 7 تایم این طولانی 20 تا 40 ساعت هم گاهی طول میکشه. از داروهای دیگری که هست آمیتریپتیلینه. آمیتریپتیلین دوای فوق العاده خوبیه، ولی متاسفانه گاهی اوقات
اگه کسایی که ضربانات قلبشون یا اشکالاتی در اونا داشته باشن برایشون مشکلات ایجاد میکنه، بین 25 تا 100 میلی گرمی خیلی خواب آلوده میکنه. دوای فوق العاده خوبیه، دوای بسیار بسیار خوبیه، ولی خیلی خواب آلوده میکنه. به اضافه این که دهن خیلی خشک میشه و ولی خب خیلی هم مثلا که 100 میلی گرمش هم میخورن و هیچ گونه مشکلی هم باش ندارن. و چون این داروهایی که بیشتر ما در اینجا استفاده میکنیم که بله بفرمایید. الو الو، درود بر شما، حال شما خوبه؟ مرسی، بفرمایید. تشکرم، مرسی. من یک بیمار مورد موضوع شما هستم. بیخوابی دارم ولی بیخوابیم خیلی مقطعه. من در غرب کانادا زندگی میکنم ولی معمولا به وقت شرق کانادا باید بیدار بشم و بخوابم. بنابراین من معمولا شبها ساعت 8:30 9 میشم تو رخت خواب، ولی 9:30 میخوابم، ولی حتما تا حدود 12 بیدار میشم. بعد از اینکه 12 بیدار شدم معمولا یک ساعتی بیدارم، دو مرتبه میخوابم شاید 1:30، باز دوباره بیدار میشم بدون اینکه رخت خواب بیام بیرون، و باز یه ساعت بعدش دوباره یه نیم ساعت میخوابم و صبح بلند میشم، صبح ساعت 5:30 بیدار میشم. ولی دارویی هم که میخورم برای سر هست، تو فرمایشاتون گفتید الان لیوتیرام. کدومشونه میخوری؟ کدوم میخوری؟ لیوتیرام 500 میلی. من شبا بعد وقتی که بیدار میشم همون ملاتونین که شما فرمودین یک نصف 5 میلی گرم، یعنی 2.5 میلی گرم میذارم زیر زبونم و میخوابم. همین به من اثر میکنه. روز بعدش کمی همچین بازم در حالت راحت نیستم. نمیدونم چه میتونم بکنم. ببینید، من حضورتون عرض کنم که اولا ملاتونین همطور که عرض کردم شما رو میخوابونه فقط، میدونی، ولی خودش خواب ممتد نمیده به شما. ولی علت بیخوابی، این علتی که شما صبح یه خود باز خاصی همین خواب موقتی که داری، مرتب نامنظمی که داری، شما چاق این لاغر این چه جوری هستین؟ نه لاغرم، چاق نیستم، سنم بالا، من 77 سالمه، ولی مثلا جمعاً 69 کیلوام، 68 کیلوام. حضورتون عرض کنم که اگر با پزشکتون صحبت بکنیم، دارویی که اعتیاد نمیده و به نظر من دوای خوبیه، و ببینید اگر که اشکالی با داروهای دیگری که میخوری نداشته باشی، همون رمرون یا چیزی به نظر من میرتازاپین، شما توی اونجا به اسم میرتازاپین میشناسین، MIRTAZAPINE، میخوای یاد داشت کنیم اینو، اگر که ببینید اگر که دکترتون بده یکم به جای 15 میلی گرم بدن، چون اگه 7 تونی بدن 7 تونی 200 دلار میگیرن، 15 میلی گرمش مجید در من 5 6 7 8 دلار. اینو شما اگر 15 رو بگیرید بعد بتون میتونید تیکه کنید یکم و این امتحان کنید، با یه مقدار خیلی کم شروع کنید و برین جلو. برای که تنها چیزی که ما با این دارو داریم یه مقداری اینه که ممکنه یه مقداری اشتهار زیاد کنن، یعنی آدمایی که کم اشتها هستن اگه اینو بخورن خب خیلی واسشون بهتره، ولی اگر چاق باشن خب طبیعتا من به آدمای چاق اینو نمیدم. این دوا به نظر من شخصا این فرمودید دارم شاید بله شما 100 درصد توی میدونم کانادا داریم اینه MIR میخوای یادداشت کنین؟ بعد MIRTAZAPINE APINE بله. آره. میتازاپین. بله. و برندش هم از رمرون. رمرون. REMERON. آره. اینو همه میتونید، خواهش میکنم اینو، البته خیلی از پزشکا چون ممکن اینو نمیدونن که شاید این یکی از داروهای خیلی خوب واسه خوابه یا نخوندن، ولی این الان به نظر من یکی از اونایی که بهتره. این آرکسین ریسپتورن، اینا داروهایی هستند که کمتر ایجاد ببخشید اینا چیزا اینا میگم سدیتینگ آنتی دیپرسان، اینا که ضد افسردگی های آرام بخشن اینا،
اینا دوای خیلی خیلی خوبی هستن و واقعا به نظر من اگر که لازم باشی این استفاده کنید بسیار عالی. یک دنیا ممنون و متشکرم. من تو ضمن دکتر قلب کاردیولوژیستم به آتورواستاتین و آسپرین هم داده، اینا هم گفته بخور، ولی اینها رو من سعی میکنم تا اونجایی که میتونم نخورم، چون وقتی میخورم خیلی به بدنم اثر میکنه. مثلا فرض کن میخوام قربونت برم، قربونت برم، حتما اونو 100% 100% دوای چارلیتونه بخوریم و بعدم شب باید بخوریم، چون تو شب خوب کار میکنه، تو روز خیلی کار نمیکنه. اون اصلا بیخوابی به شما نمیده، مطلقا اون اصلا تو این کار به شما دخالت نداره. اون استدعا میکنه حتما بخوری، اگه عوارض دیگری به تو نداده حتما اونو بخوری. بله یه دنیا ممنون و متشکرم، سپاسگزارم. خواهش میکنم، قربون شما، وقتمون تمامه. به هر حال این یه چیزی بودش تقریبا در این مورد. فقط من بازم استدعا میکنم که این در مورد افراد مسن، این بنزودیازپام مثل زنکس و کلانزپام خواهش میکنم نخورین، تمنا میکنم نخورین، و تا اونجایی که ممکنه از داروهایی که شورت ترم ترن استفاده کنین. بسیار متشکرم از همه شما عزیزان که برای بنده گوش دادین. من تازگی واقعا تصمیم گرفتم یه بند تا اونجایی که ممکنه یه مطلبی کامل براتون بگم که، و ولی یادمون باشه که این برنامه شماست و هر چیزی امری که داشته باشین در خدمت شما خواهیم بود. میتونین به دفتر رادیو زنگ بزنین یا به دفتر خود من بگین چه مطلبی رو بیشتر دوست دارین، من هم مطلب خدمتتون خواهم گفت. شب و روز شما بخیر. خیلی ممنون از اسی عزیزم که خیلی ممنون، بسیار خوب برنامه اجرا کردید. با کمال آرزو میکنم که روز شنبه همگی در صلح و صفا به پیروزی برسیم. آرزوی سلامتی و پیروزی ملت ایرانی دارم. شب و روز همگی بخیر. شانزدهم سپتامبر به پاس مبارزه مردم ایران و آنها که خون خود را نثار آزادی و برچیدن استبداد حاکم کردند و گرامی داشت تمام جانباختگان خیزش عظیمی که جهانیان را به حیرت و تحسین واداشت و تجلیل از تمام قربانیان راه آزادی، روز شنبه 16 سپتامبر در دانتان لس آنجلس مقابل سیتی هال به آدرس 200 نورت سپرینگ استریت گرد هم میاییم. از تمام هممیهنان و مبارزانی که فداکارانه در جنبش مهسا مشارکت داشتند میخواهیم در سالگرد این جنبش با هم و همراه هم باشیم. زن، زندگی، آزادی. یک وکیل، یک ایالت.